خانم رضای شما با بحث خیلی خوش آمدین. بیاین شما رو هم شریک همی بحث بسازم. اگر خیلی فشرده بگین میریم به سوال اساسی. وقتی رئیس جمهور در کنگره ایالات متحده آمریکا بسازجات استقبال میشه، به این معناست که تدبیر رهبران حکومت وحدت ملی رو نشان میده یا یک بار دیگر آمریکا به عنوان یک کشور بزرگ میخواد ما رو تشویق کنه و حمایت خود اعلام کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و مهمانان برنامه و بینندگان محترم. ما به این باور هستم که یکی از دلایلی که در کنار آنچه که دکتر صاحب یادآوری کردن، یکی از دلایلی که باعث شد که بیشتر آمریکا اعضای مجلس آمریکا تشویق کنه رئیس جمهور افغانستان را، پیشینه روابط افغانستان و ایالات متحده آمریکا خصوصا در یکی دو سال اخیر بود. شما شاهد بودین که در یکی دو سال اخیر همواره اتهام زنی از آدرس دولت افغانستان به آمریکا و از آدرس آمریکا به دولت افغانستان سبب شده بود که افکار عمومی در داخل آمریکا متوجه یک سری نارسایی‌های حکومت و یا به یک شکل سوالات عمده در ذهن شهروندان آمریکا خلق شده بود. با این برخورد از یک طرف خواستن که نشان بده که جامعه افغانستان و ایالات متحده آمریکا از لحاظ مناسبات سیاسی در یک مرحله متفاوت از یکی دو سال گذشته قرار داره. من فکر می‌کنم یکی از پیام‌های این بود و یکی از دلایل استقبال جدی هم شاید این بود که حکومت وحدت ملی در اولین روز شکلگیری یا آغاز به کار پیمان امنیتی را که یکی از جنجالی ترین مباحث در یک سال گذشته بود به امضا رساند و به تعقیب از او پارلمان افغانستان هم مورد تصدیق قرار داد. در حقیقت باب جدیدی از روابط و مناسبات میان افغانستان و ایالات متحده گشوده شد و همی باعث شد که حداقل آمریکا هم یک گام به پیش به طرف ترمیم روابط تخریب شده چند سال گذشته داشته باشه. خانم رضایی، چون بحث امشب بررسی کارکرد حکومت وحدت ملی تا 6 ماه، می‌خوایم بحث متمرکز سر بر بود داخلیش باشه. دو تا جریان سیاسی وقت آمدن حکومت تشکیل دادن با شعار اصلاحات و تحول و این دو شعار همواره سر می‌دادن. حالا که 6 ماه از حکومت وحدت ملی میگذره، میخوایم از اصلاحات و تحولی که در زندگی مردم روبرو شده واقعا از زبان شما بشنوم. البته بسیار دشواره که ما با گذشتن 6 ماه از عمر حکومت وحدت ملی 5 سال آینده حکومت یا حداقل 4.5 سال آینده حکومت را به قضاوت بگیریم. یعنی من هنوزم فکر نم که خانم رضایی فراموش نکنیم خود رئیس جمهور میاد تعیین کرده بود که 6 ماه بعد برای ملت افغانستان میخوایم یعنی پاسخگو باشیم. ما هر نوع قضاوتی که بعد از گذشت 6 ماه داریم، این قضاوت برمیگرده به 6 ماه گذشته، نه به آنچه که ممکنه در 4.5 سال آینده اتفاق بیفته. ولی در قسمت اصلاحات و تحول، دو کلمه پر محتوایی که هر دو تیم انتخاباتی شعار میدادن، ما متاسفانه نه تنها ما بلکه مردم افغانستان به این باوره که در عرصه اصلاحات هم گامی بسیار جدی برداشته نشده و در عرصه تحول هم ما شاهد کدام تحول بسیار عمده ای نیستیم. تنها تحولی که شکل گرفته ترمیم مناسبات افغانستان با جامعه جهانی و با بعضی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و تغییر بعضی از رویکردها مثلا در قبال تامین صلح یا مسائل دیگر، یک سری رویکردها را در تغییر به وجود آمده. ولی در قسمت ای که ما شاهد تحولات و اصلاحات بنیادی در داخل افغانستان بودیم نبودیم، امروز بحث اصلاحات بیشتر از هر زمان دیگر متصوره. کاش که در همان روزهای اول اداره محلی و وزارتخانه ها سرپرست اعلان نمی شود، امروز عملا هیچ نوع پاسخگویی از سطح ولسوالی به عنوان واحد محلی گرفته تا سطح ولایت به عنوان یکی از واحدهای محلی و تا سطح اداره مرکزی که وزارتخانه باشه، هیچ نوع پاسخگویی در برابر مردم افغانستان وجود نداره. مشکلات امنیتی هم روز به روز بیشتر دامنگیری مردم افغانستان شده و در کنار بحث حاکمیت قانون و چگونگی برخورد با قضایایی که باید در مطابقت با قانون به او رسیدگی شوند، نمونه بسیار خوبش را شما نمونه بسیار جدی و صریح که میتونه آشکارا نقض حاکمیت قانون را نشان بده قضیه فرخونده بود که هفته پیش در شاه دوشمشیره انجام گرفت. اینا ناشی از این که ضعف حاکمیت قانون، عدم موجودیت قوه که سبب این شود که نظم را بر جامعه حاکم می‌سازد، اینا موضوعاتی که ما عملا شاهد هستیم. اجازه بدین من سوال مطرح کنم. وقت رئیس جمهور پس از این که به عنوان رئیس جمهور کشور اعلام شد، بلند شد و گفت که 6 ماه بعد برای ملت خود پاسخگو خواهد بودم و از تطبیق قانون اساسی برای ملت گزارش میتونم، شما به عنوان نماینده مجلس بگوین بر رئیس جمهور چی حرف میزنین پس از 6 ماه؟ البته ما نمیتونیم تنها رئیس جمهور افغانستان رو مخاطب قرار بدیم، بلکه دو تیم اصلاحات و تحول که
تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی که ریاست اجرایی افغانستان را هم در بر میگیره، هر دو در برابر ملت افغانستان باید پاسخگویی داشته باشه. و این پاسخگویی از این که حداقل انتظار مردم افغانستان این بود که بعد از 6 ماه امروز ما کابینه فعال، ادارات فعال در سطح ولایات و ولسوالی ها می داشتیم و حداقل در عرصه حاکمیت قانون یک سری اقدامات انجام می گرفت و در عرصه خصوصا مبارزه بر علیه فساد اداری. خب اگر جنبندی کنم خانم روزایی، می خواهیم بگوین کارکردها به حد نبوده که قابل لمس باشه و حکومت هم ناکام بوده تا حکومت؟ ما برداشت میه که ما مثل که در اول بحث یادآوری کردم، ما محک قضاوت کلی و عمومی را ما نمیتونیم 6 ماه گذشته را معیار قرار بدیم. ولی اگر 6 ماه ارزیابی ولی اگر 6 ماه ارزیابی شود، در جریان 6 ماه گذشته انتظارات مردم افغانستان برآورده نشد. ممنون آقای علمی، شما با بس خیلی خوش آمدین، شما را هم شریک میسازم به می بس. 6 ماه نخست کار حکومت وحدت ملی نمیتونه محک و ملاک قرار بدیم برای 4 نیم سال بعدم. دورنما را میتونیم به اساس این 6 ماه شکل بدیم؟ آخر بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به جناب سجادی صاحب قانون رضایی و به بینندگان شما. وای به حال ملت اگر 4.5 سال گذشت، آینده هم مانند 6 ماه گذشته سپری شوه. من با صحبت های قانون رضایی یک کم مخالف هستم که اصلاحات و تحول صورت نگرفته. من میگم نه، صورت گرفته، بدتر شده. 40% عایدات ما کاهش یافته، 40% عایدات ما امروز کاهش یافته. امروز کابینه نداریم. خب پس اصلاحات صورت نگرفته فرموده خانم رضایی. خب اصلاحات نمیتونیم نامش بگذاریم. چی میتونیم بدتر شده؟ والی نداریم، وزیر نداریم، امنیت به اندازه خراب است که در شهر شمشیری ولی در مرکز شهر کابل در 200 متری حوزه امنیتی یک جنایت رخ میده و پلیس اصلا حضور نمیداشته باشه. ای 31 نفر برادرای ما در گروگان هستن، تا ولی هیچ اثر از اون نیست. در هر روز یک حادثه رخ میده، هیچ گونه کسی نیست که پاسخگو باشه. بنابر به نظر من خدای نخواسته باشه که 4.5 سال آینده بدین منوال بگذره. ولی من میخوام آقای علمی یک مداخله داشته باشم. وقت از رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میخوایم نقل قول کنم، در مصاحبه که با تلویزیون یک داشت گفت که خیلی از ناهنجاری هایی که وجود داره میراث حکومت پیشین است. میخوایم این مورد بگم، شما هم که به عنوان مامور پیشین حکومت بودین، این میراث های زشت که تا این دم مانده واقعا یا به ارث بردن یا خیر؟ متاسفانه ما هم نتونستیم که حکومت سالم را برای حکومت وحدت ملی بسپاریم. و اگر مقایسه ای بحث کنیم، درست است که جناب دکتر صبا اشرف غنی گفتن که به 6 ماه قوی تر است. از یک نگاه میتونیم چون تحلیل کنیم که 6 ماه قبل، 6 ماه در روز قبل اصلا تصور نمیشد که در بحرانی که کمیسیون های انتخاباتی ایجاد کرده بودن ما بتانیم یک آینده را به افغانستان پیش بینی کنیم. ولی به همدلله کار صورت گرفت، بالاخره یک تشکیل حکومت یک چیز صورت گرفت. از این نگاه اگر سخنان جناب رئیس جمهور تحلیل کنیم، درست است. بله، در موضوعی است که تصور نمیشد. در این بحث های تلویزیون شما هم شرکت کردم، روزی که حکومت وحدت ملی تشکیل شد من شک داشتم و سایر اشتراکانگان بحث شک داشتن که این حکومت 2 هفته و 3 هفته دوام میکنه، ولی رو 6 ماه دوام کرد. از این نگاه میتونیم، ولی این حکومت چی دستاوردهای داشت؟ فقط دستاوردها نمیتونیم، فقط با سخنانی و کف زدن اعضای کانگرس ما بگیم که همه چیز رابراف شد. خب این عوامل خوب داره که سخنانی جناب دکتر صاحب در کانگرس امریکا. ولی آقای علمی اگر ما اجازه بدین از دستاوردم چیزای بگویم، چون باز بس یک طرفه نشه. امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا بررسی پرونده کابل بانگ، تامین روابط با کشورهای منطقه و فرامنطقه، اشتراک در نشست های بین المللی، اثرگیری گفتمان صلح و بحث دیگه هم این که تعیین بخش اندک از کابینه، فرمان ایجاد کمیسیون ویژه، اینا هم از کارهای است که تایید شده. فقط یک مسئله جناب جمعه به شما میدهد که شما موافق هستم که در روابط ما با جهان پیشرفت های صورت گرفته، با خوشبختانه با کشور همسایه، با جمهوری چین، با ایالات متحده امریکا، او روابطی که در آخرین روزهای حکومت جناب کرزی صاحب بود تو یخهایی که بسته شده بود شکسته. از این نگاه میتونیم حکومت وحدت ملی یک کردیت بدیم. ولی در قسمت جناب سجادی فرمودن در قسمت سیاست خارجی داخلی و قسمت کارهای که داخل صورت گرفته، کوهی از مشکلات هنوز پیش روی قرار داره، ولی کوهی از مشکلات ایجاد شد.
ولی آقای علمی باید ما امید تو تعبیر کنم کوهی از فرصت هم باید باشه تا این مشکلات حل شود. باز مسائل است که ناشی از دو مسئله گذشته که بعد از حکومت گذشته و نفس با وجود آمدن حکومت وحدت ملی بود، ولی باز مسائل دیگر خود حکومت وحدت ملی پیش پای خود ایجاد کرد. مثلا این بند ها، مثلا نمی سرپرست قرار دادن والی ها و وزیرا، مثلا برطرفی های کتلوی، مثلا کابل بانک. شما گفته ایران کابل در حالی که کابل بانک، مسئله دیگه یک مسئله تعیین ضرب العجل. ضرب العجل 45 روز 50 روز 15 به نظر من کار نامعقول است. ولی آقای علمی، باور به این از درون حکومت که این همه اقداماتی که شما گفتین به خاطر اصلاحات صورت گرفته. خب میتونه بحث شعارهایی رو قبول کنیم، ولی گام های عملی چی برداشت شد؟ ممکن است کابل بانک درست است، شما کابل بانک اعلان شد در روز اول اعلان شد و خب سر صدا ایجاد کرد، ولی حالا 6 ماه گذشته چی اقدامات صورت گرفته؟ خب حداقل محکمه دایر شد. محکمه دایر شد از 5 سال اضافه کرد مدت حبس زیاد کرد. خب شما چی پس چی می‌خواستید؟ 900 میلیون دلاری که 900 میلیون دلاری که ناپدید شد چند حصول شد از اون؟ حالا حداقل 400 میلیون دلاری که فرضیه که متهم بوده سرمایه‌هاش هم راکت شده. ما می‌خواستیم که 900 میلیون دلار از پول غریب و بیچاره مردم افغانستان حاصل شوه. هدف اصلی است. حجیک شده. آقای علمی 900 میلیون دلار را که حکومت پیشین با ضعف مدیریتش قربانی ساخت، حکومت فعلی با 6 ماه میتونه کنه؟ ما دفاع از حکومت قبلی نمی کنیم. حکومت گفتم حکومت قبلی ما نتونستیم، متاسفانه که حکومت سالم و بساز همه چیز رو برا باشه به میراث بسپاره. حالا من میخوام بگم ولی مثلا 6 ماه وقت زیاد گذشته. 6 ماه گذشته درست است، باز چیزایی که ما ضعفایی که از حکومت قبلی مانده، ضعفایی که سیستم ایجاد کرده، ضعفایی که نفس انتخابات ایجاد کرد، ضعفایی که کمیسیون انتخابات به وجود آورد، این بک برات میاد. ولی این کارها و اعمال را که و این کارهای شتاب زده که حکومت وحدت ملی خودش ایجاد کرد و صدهای دیگر سر راه خود ایجاد کرد، این خود ضعف خودشون است. آقای می خواهیم با یک سال دیگه بستون جنبندی داشته باشم. از 16 عمل سال گذشته تا این دم نابسامانی، درد، رنج، انتحار و انفجار که ملت افغانستان قربانی داده به خاطر ایجاد امی حکومت که یک حکومت تشکیل شوه و بالاخره نظام ثباتش تعریف شوه، آیا دو رهبر که در 6 ماه بر ملت کار کرد این کار قابل لمس است و محسوس است یا خیر؟ خب دقیق در این قسمت باید هر دو رهبره ما یک اعمالشانه، کارشانه خیر مقدم بگویم، تمجید کنیم، به خاطر که لااقل تانستن که در 6 ماه با هم دیگه اتحاد خود حفظ کنن. در حالی که به خدمت شما عرض کردم که در ما روز اولی که حکومت تشکیل شد ما امیدوار نبودیم که 3 هفته حکومت دوام میکنه، ولی 6 ماه دوام کرد. یک ویژگی حکومت است. از 16 حمل سال گذشته تا این دم یک عالم قربانی دادیم، به خاطر ازی نبود که اینا اتحاد کنن، به خاطر ازی بود که گفتن دسترخوان ملت تغییر میتیم. تغییر نکرد متاسفانه. خب پس از چی چند تمجید میکنم؟ خب من گفتم اول تمجید قسمت ایست که با لاقل از هم نپاشید. یک دو روابط بین ملی، روابط جهانی ما بهتر شد، مطرح بهتر شدن قدم برداشت شد، ولی در قسمت داخلی فوق العاده مشکلات دیگه بر ما بروز کرد که خود حکومت رهبران حکومت این مشکلات بر ما ایجاد کردن. امروز 40% که عاید مملکت سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یافته، فقر دامنگیر کشور شده. سپاسگزارم. ممنون آقای علمی. ادامه این بحث تا لحظات دیگر.